من درود میرسم به این اکبر گنجی که حداقل عقایدش رو شجاعانه میگه. تا با این قرآن نوشته محمد یه باب زبان مضمون دروغه. درود به اکبر گنجی، مرد مردانه، زیر شکنجه هم نشد. اکبر گنجی مرد دلاوری. ممکن است بنده با همه عقایدشون مخالف موافق نباشم، اما حقیقت امر رو بایستی گفت، اعتبار رو بایستی داد، کردیت به قول اینجا میگوین. آدم هیچ کسی هم دوست نداشته باشه، فضیلت هاش رو نمیشه پنهان کرد. به قول قدیمی ها به تعریض لا بل به تصریح میگوین. آقا اینا داستانه چیه؟ داستان زخرفات وجود در استقرن سوم شهر اصلا این حرفا نبود. ما ایرانی آمدیم بس این چیزا رو، معجزات و کرامات. یعنی طوری شده است که شما فکر شما کنید، شما هرگز معجزه رو به محمد نسبت نمیدید که خدا یا محمد کاری کن مریض ما خوب بشه، اما آویزون میشین به قفل سامن الائمه. یعنی این رو از او برتر میدانی؟ آقا اگر چیزی بوده، اگر نمیدونم تقدسی بوده که هرگز نداشته، او دست او بوده بابا، او یعنی بنیانگذار اون بوده. این همه آوازها از شه بابا نه چیزی نبودن که. پسر عموش بوده، خب پسر عموش بوده، دامادش بوده، خب باشه. عثمان دو بار دامادش بوده، عثمان ابن عفان که شما لعنتی فرمایید، دو بار داماد محمد بود بدون نوبت. پس چرا ما اعتباری بهش نمیدیم به خاطر نوبت؟ نه، داماد رسول بود. خواهش میکنم صحبت آقای گنجی رو دفاع از حقوق بشر در ایران دریافت کردید. شما بجز دریافت جایزه چه کاری میکنید؟ این که نبوده که اونا اکثر اون جوایزی که به بنده داده شده به خاطر فعالیت‌های در ایران و در زندان بوده، نه به خاطر بعد که اومدم تو خارج کشور. و اینا که به هر حال شما جایزه دادن، به هر حال مجموعه فعالیت‌هایی که تو مدت داشتن عمدتاً در چندین حوزه بوده، یکی فعالیت‌های سیاسی بوده، یکی فعالیت در زمینه حقوق بشر بوده، یکی هم مجموعه کارهایی که تو حوزه بینش دینی و اسلام شناسی و نگاه به دین احساس می‌کردم واجب گفته بشه. و اینا کاری بود که من در زندان کرده بودم، منتها به مرور در خارج منتشرش کردم که خیلی هاشم هنوز منتشر نشده. بسیار خوب. در زمینه همین پژوهش‌های دینیتون شما در واقع به این نتیجه رسیدین که قرآن کلام خدا نیست و معتقد که زاییده ذهن بشره و امام دوازدهم هم اصولا وجود نداره. در مورد کماکان خودتون رو یک مسلمان شیعه میدونید؟ در مورد قرآن استناد بنده به بزرگان جهان اسلام هستش. ببینید در اسلام ما یک فرقه نداریم، ما متکلمین داریم، اشاعره رو داریم، فیلسوفان داریم و عارفان داریم. متکلمین مسلمان و فقهای ما خداشون پادشاه جهانه، یعنی یک پادشاهی هستش منتها تو آسمان هاست. همونجوری که پادشاه زمینی بر جهان حکمرانی میکنه، اون بر تمام جهان حکمرانی میکنه. فرستاده هایی داره، سخنانی داره، یه در تنبیه میکنه، یه در تشویق میکنه، پارتی بازی میکنه، دوست داره، دشمن داره. دقیقا یه پادشاه آسمانی هست. این خدای فقیهان مسلمان هستش. اما خدای فیلسوفان مسلمان و عارفان مسلمان، یعنی ملا صدرا، ابن عربی، مولوی، اینا به هیچ وجه چنین خدایی نداشتن. خدای اینا خدای وحدت وجودی بوده، خدای عرفا، خدای صوفیه، خدای فیلسوفان مسلمان. خدای وحدت وجودی خدایی هستش که عین جهان هستش و هیچ موجودی جدای از اون خدا نیست. شما اگه یک سانتیمتر موجودی جدای از خدا فرض بکنید، این یعنی انکار بی نهایت بودن خدا بند. این خدایی که بنده ازش دفاع کردم دقیقا همون خدای ملا صدراست، دقیقا همون خدای ابن عربی هستش. و اونها این تعبیری که این قرآن سخنان خود پیامبر گرامی اسلام هست، سخنان ملا صدرا هستش، سخنان مولوی هستش و سخنان ابن عربی که من اونجا مفصل نکردم. به همون معنایی که ملا صدرا، صدرالمصلحین، ابن عربی، مولوی، اینها مسلمان بودن، بندم به همون معنا مسلمان هستم. یعنی در مورد امام زمان؟ در مورد امام زمان دو تا نکته رو باید توجه کرد. نکته اول اینه که شیعیان تا قرن چهارم و پنجم ائمه شیعه رو آدم های خوبی میدونستن، اینا رو عالمان علمای ابرار میدونستن. این چیزی که شیعه امروز میگه که اینها معصومند و اینها علم غیب دارند، این چیزهایی است که قرن پنجم به بعد ساخته شد. در خود دوره‌ای که ائمه ما زنده بودن، اگه کسی چیزایی میگفت، ائمه اونها رو مجازات میکردن و اونها قالی خونده میشد. لذا شیعیان اولیه هم دوره ائمه ما و تا چند
غربت، اینا رو یه آدم‌های عالم بزرگوار دانشمند پاک می‌دونستن، همین، نه معصوم، نه واسطه فیض. این نکته اول. نکته دوم، پس از اینکه امام 11 فوت می‌کنن، یک شیعیان یعنی پیروانشون به 14 فرقه تبدیل میشن و اینا مدارکش موجود هستش. کسانی گفتن که ایشون اصلا فرزند نداشته، کسانی گفتن فرزندش یا فرزندشون وفات کرده، کسانی گفتن خود امام 11 هم مهدی موعود بوده و بعدن برمیه، کسانی گفتن برادر ایشون امام 12 هم بوده. شما اگه به تاریخ 12 امام رو نگاه کنید، از حضرت علی تا امام 11 هم تک تک عمه امام مهدی موعود خونده شدن بعد از وفاتشون. لذا ببینید این اندیشه مهدویت، این اولا در ادیان گذشته بوده، در یهودی بود، در دین یهود بوده که اونا مسیح اومده، در دین مسیحیت بوده، در اسلام هم از همونجا گرفته شده. لذا بر اساس شواهد تاریخی، خصوصا در کتاب مهمی که آقای مدرسی نوشتن، شیعه در فرآیند تکامل، در اونجا نشون داده ایشون که هیچ گونه شاهد تاریخی برای وجود فردی به نام امام 12 وجود نداره و شیعیان هم در اساس گذشته 14 قرن تا کنون حتی یک دلیل ارائه نکردن که موجودی به نام امام 12 وجود داشته باشه. بسیار خوب، متشکرم. آقای گنجی، شما در واقع دنبال یک جامعه دموکراتیک شبیه جامعه غربی برای ایران هستی، در این صورت نقش دین اسلام در ایران چی میشه؟ ببینید، دین از نظر من معنا بخش به زندگی است و کارکردهای اخلاقی داره. این کاری که فقها کردن، این اسلام فقیهانه است. اسلام فقیهانه یک اسلام بزن بهادره که به زور میخواد شریعت رو تو جامعه اجرا بکنه، دست میخواد قطع بکنه، سنگسار میخواد بکنه، تازیانه میخواد بزنه و به زور هم اینو میخواد اجرا کنه. یعنی فقیهان بنیادگرا معتقدن که فقه رو به زور باید در جامعه اجرا کرد و از خشونت هم برای اجرای این استفاده کردن، حکم محارب میدن، حکم ارتداد میدن و این حکم کرده. اسلامی که ما از دفاع میکنیم اسلام عارفانه است و این اسلام عارفانه به این معنا هستش که معنا به زندگی فرد میانه، اتصال وجودی بین خدا و بنده ایجاد میکنه و یک انسان اخلاقیه. در واقع این رابطه وجودی هست بین انسان و خدا، به این معنا این کاملا شخصی هستش. اما یک انسان اخلاقی تو خونش که زندگی نمی کنه، در جامعه زندگی میکنه و ارزش های اخلاقی رو در جامعه ترویج میکنه. اما به لحاظ سیاسی، بنده و دیگر روشنفکران دینی دقیقا معتقد به جدایی نهاد دین از نهاد دولت هستیم و یک دولت دموکراتیک به نظر من یعنی دولتی هستش که سکولاره و سکولاریسم در اینجا 5 تا معنی داره. یک، دولت یک نهاد زمینی است، نه نهاد آسمانی قدسی نیست. دو، دولت مجری احکام عقل و عرفی است، نه شریعت. سه، روحانیت هیچ حق ویژه‌ای برای حکومت کردن نداره. چهار، دولت سکولار دموکراتیک دین نسبت به ادیان مختلف بی‌طرفه. درود بر شما و وطنان گرامی، سخنان اکبر گنجی رو شنیدید. درود بر اکبر گنجی. من مطمئن هستم بسیاری مثل اون میاندیشن، اما این شهامت و جرأت و این حس وظیفه و تعهد نسبت به مردم و آزادی باید باشد که همین گونه که گنجی گفت، شفاف، محکم، نیرومند بشینه حرفش بزنه. جامعه باید ذهنیتش تغییر بکند تا حکومت تغییر بکند. در واقع کار سیاسی بدون آگاهی که میسر نیست که، اگر خدا نکرد که جاهل بودن، حکومتشون هم جاهلانه خواهد بود. بنابراین ما نیازمند این هستیم که عرض کنم که گنجی ها باشن و این سخن رو بگویند با استدلال درست، همونطور که ایشون میکرد و میگفت که این برادران به خواب رفته ما بیدار بشن. کسانی معتقد هستن که در ته چاه یه کسی هست که از ته چاه میاد. البته عرض کنم که آقای گنجی کم لطفی فرمودن، گفتن در مسیحیت هست، در یهودی هست، نفرمودن که ریشه اصلیش اساسا از ایرانه. اون آخوند بزرگ نویسنده کتاب فضائح الروافض میگوید که این گبعین عرض کنم رافضیگری همون گبرکیگریست که از گریبان رفض سر به در آورده است. یعنی اجداد ما برای بازسازی فرهنگ گذشته این داستان رو درست کرد. منتها امام عرض کنم که اونها میبایستی از دریاچه میامد، چون در این عرض کنم که اونجا دریاچه نبود، از شاه میاد بیاد.